مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا امروز هنگام سفر به امارات متحده عربی رفتار ایران را در منطقه بدخواهانه خواند و در هشدار به جمهوری اسلامی گفت آمریکا و متحدان عرب خلیج فارس میخواهند به جمهوری اسلامی ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه های بسیار بالایی در بر دارد وزیر خارجه آمریکا در مرحله آخر سفر دیپلماتیک خود در دیدار از امارات متحده عربی سهشنبه همچنین با ابو ابوظبی ملاقات کرد جزئیات بیشتر در گزارش شهلا آراسته مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هشدار به جمهوری اسلامی ایران را طی اقامت کوتاه در امارات متحده عربی متحد سخت آمریکا ایراد کرد که میزبان حدود 5000 نیروهای آمریکایی در یک پایگاه مهم هوایی و پرکارترین بندر دریایی خارجی مورد استفاده ایالات متحده است آقای پامپیو گفت آنچه امروز بیشترین تمرکز ما را بر خود دارد این است که ما توانایی مالی ایران را برای ادامه این رفتار بد انکار کنیم و این طیف گسترده است مجموعی از تحریم ها نه با هدف مردم ایران بلکه با هدف واحدی برای متقاعد کردن رژیم ایران که رفتار بدخواهانه آن غیر قابل قبول است و هزینه بسیار بالایی برای آنها در بر دارد یک تلاش جامعه برای متقاعد کردن ایران به رفتاری که ما از هر کشور دیگری انتظار داریم وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری نشنال به تهدیدهای هفته پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد تنگه هرمز اشاره داشت که گفته بود هر گونه اختلال در صادرات نفت ایران منجر به اختلال در کل صادرات نفت منطقه خواهد شد و افزود ایران باید بداند که آمریکا متعهد است که خطوط دریایی را باز نگاه داشته و حمل و نقل نفت را در سراسر جهان حفظ کند این تعهد ما برای دهه ها بوده و ما به این تعهد ادامه می دهیم. مایک پومپیو همچنین در گفتگو با خبرگزاری نشنال با اشاره به وجود یک ائتلاف از متحدان آمریکا در منطقه چنین گفت. این مورد نیز مطرح است که ما آماده می شویم زمانی که ایران اقداماتی مانند راه اندازی میکند می کند که به اینجا و یا به ریاض پرتاب می شود از منطقه به صورت نظامی دفاع کنیم. آقای پومپیو با تاکید بر اهمیت تحریم ها در مقابله با اقدامات بدخواهانه ایران در منطقه گفت لغو تحریم ها از سوی دولت باراک اوباما باعث افزایش فعالیت های ستیز تهران در منطقه گردید و افسود رهبری نیروهای قدس به ویژه قاسم سلیمانی در سراسر عراق و سوریه مشکل ایجاد می کند و ما باید هزینه های سازمان او و به ویژه شخص او را افزایش دهیم وزیر خارجه آمریکا در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و همچنین وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد آقای پومپیو همچنین با کارمندان سفارت آمریکا در ابوظبی و خانواده های آنان دیدار داشت شهلا رسته صدای آمریکا